سلام رفقا چطورید من شایانم و بازم ممنونم که منو تماشا میکنیم بریم ببینیم برای امروزمون چی داریم تو برنامه امروز میخوایم با هم دیگه یه سری از مرگای احمقانه رو مرور کنیم آدمایی که با یه سری دلیل احمقانه و اصلا دور از ذهن باعث شده که زندگیشون به پایان برسه پس دیگه کشش ندیم و بریم با هم دیگه لیست رو بررسی کنیم اولی موردمون حمله میمون هاست بله سال 2007 توی هندوستان دهلی نو حالا به هر دلیلی گشنگی نمیدونم چه داستانی بوده که میمون ها به سمت شهر حمله کردن و میامدن از توی شهر غذا پیدا کنن و تعدادشون هم خیلی زیاد بوده و به قول معروف آزاردهنده دیگه شده بوده بعد شهردار شهر تو ساختمون شهرداری بوده برای خودش طبقه چهارم تو دفترش یه دفعه پنجره میمون ها میان تو به قول معروف غذای پیدا بکنن ولی شهردار شاکه میشه میافته دنبال این میمونایی که تو دفترش هستن دنبالشون میکنه و حالشون میده سمت تراس و پنجره که برن بیرون در ادامه وارد تراس میشه که یه جوری مثلا ببنده که دیگه نیان تو حالا یا خود شل دست بازی در میاره یا میمونا دست به یکی میکنه یه کاری میکنه و طبقه چهارم پرتش میکنن پایین یا پرت میشه پایین و بنده خدا میمیره بله بریم بعدی کیس بعدیمون کیسیه که به خاطر ریش بلند کشته شده یا مرده بنده خدا آقای هانس استینگر سال 1567 یه آدم اتریشی بوده که یه ریش بسیار بلندی داشته بعد این بنده خدا یه آتیش سوزی میشه اینم خب انسان دوست و هم دوست میدوه برای کمک کردم اون تا تو این عالم دویدن خودش بنده خدا ریشش زیر پاش گیر میکنه انقدر بلند بوده و میفته زمین و این برخورد به زمین باعث چه گردنش بشکنه و بند خدا بمیره ریش بلند و گردن شکسته بریم بعدی مرگ احمقانه بعدیمون میره واسه دنیای بازیگری و سینما سال 1958 آقای گارت جونز بازیگر انگلستانی میره سر صحنه و کارگردان بهش میگه خب تو برنامه امروز قراره که تو نقشت یک سکته قلبی یه حمله قلبی بهش دست بده و مثلا بیفتی دیگه میان آقا این پلان رو استارت میکنن بگیرن از شانسش این بنده خود همون موقع به صورت واقعی حمله قلبی بهش دست میده مون تا کارگردان و همه که پشت صحنه داشتن نگاه میکردن به خوش میگن واو برگام عجب بازی داره میکنه خود متد اکتینگونه گونه چه و چه و چه اما بنده خدا واقعا داشت سکته قلبی میکرده کسی کمکش نمیکنه می میفته کف صحنه و بنده خدا واقعا می میره خیلی تو نقشش دیگه فرو رفت بنده خدا اینم مرگ بازیگرم بریم بعدی مورد بعدیمون تا حالا شینی مثلا میگن وای انقدر خندیدم که مردم و خنده و این حرفا واقعی شده ولی مثل اینکه این داستان تو کتاب تاریخ یونان اومده یه شخصی به اسم آقای کریسی پوس پولی یا پولی یکی از فلاسفه یونان بوده فیلسوف بوده این آدم یه روز داشته رد می شده می بینه یه خری چه میگن سوماش روی درخت کلش رو و داره انجیر میخورد درخته و این صحنه انقدر تو ذهنش حال خنده دار اومده که شروع میکنه خندیدن همراهاش میگن چته بابا میگه آخه ببینین چقدر خنده داره و انقدر میخنده 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 حالا یا خفه میشه یا هرچی میمیره ولی واقعا زیاد مورد فیلسوف ما خدا به خاطر خر انجیر خورمون بریم بعدی <موسیقی> کیس بعدیمون دوچرخه هوشمند الکتریکی بوده یه آقایی به اسم جیمز هانسلدن اهل هلند یه شرکت تولیدی دوچرخه های الکتریکی داشته یه دوچرخه هوشمندی درست میکنن و میان برای تبلیغاتش خود این آدم سوارش میشه که مثلا یه تستی ازش بگیره و فیلماشو بگیرن بعد این دو چرخه هوشمندیش این بوده که خودش میدونه که کی باید مثلا را بیفته کی ترمز بگیره و این حرفا دیگه خلاصه با دو چرخه کوهستانه داره میره بالا فیلماش هم دارن تبلیغاتی میگیرن اون تا دم یه صخره ای که میرسه و دو خودش تصمیم میگیره به نظرم الان موقع پرواز کردنمه و بغل صخره گازشو میگیره و اون بالای صخره با این بنده خدا میان پایین و میمیره این تفلی تولیدیمون بدون موندش. بریم بعدی کیس بعدیمون مرگ با هویجه یا آب هویج آقای باسیل براون ارزم بوجود این آقا این آدمایی بوده که افراطی به سلامتش اهمیت میداده چی بخورم چی نخورم و زندگیشو بسته به قول معروف به گیاهان و سبزیجات خیلی سلامت زندگی میکرده و روزانه چندین گالون آب میوه و سبزیجات مصرف میکرده منتها گویا بدن ایشون به هویج حالا حساسیت داشته یا نمیساخته یا هر چیزی هویج هم که پاکار غذاهاش بوده انقدر خورده 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 یه جا بدنش اثر منفی زده شد و تا بخواد به خودش به جنبه مرد بریم بعدی کیس بعدیمون شوخی بیجا بوده یه آقایی به اسم گرگ آستینگینگریج اسم عجیبی هم در اومدم درست گفته باشم سال 1992 این آدم یه شومن بوده که برنامه های کمدی اجرا می کرده با دوستا حالا مثلا تماشاچی استعداد یه سری فیلم بردار رفته بودن گرند کنیون آمریکا اونجایی که مثلا سخراهای بزرگ داره و در راه های و اینا بالای یک از صخره داشته یه برنامه اجرا کرده و به خودش میگه بیاین یه شوخی مثلا با بقیه بکنم با بذار بترسن یا اصلا نشون بدم دارم میفتم پایین واکنش بقیه رو ببینم مونتو میخواسته این کارو بکنه واقعا واقعنی پاش لیز میخوره و اون بالا میفته پایین و میمیره بنده خدا شوخی بی جایی کرد تفلی بریم بعدی مورد بعدیمون غرق شدن غرق شدن اونقدر عجیب نیستش ولی به شرط که تو آب باشه این بنده خدایی که میخوام رو بکنم باهاتون توی آب جو غرق شدن سال 1814 توی لندن کارخونه آبجو سازی انفجاری اتفاق میفته و مخزن اصلی و بزرگی که آبجو اون تو ذخیره شده بوده هزاران لیتر یه دفعه میادش روی بند خدایی که اونجا حالا کار میکردن و حساب کنیم اون حجم از مایعات که برخورد بکنه قدرت رو حساب بکنین چه جوریه دیگه و هشت نفر یه تعدادی به واسطه یه صدماتی که بهشون خورده و یه سریشون هم واقعا غرق شدن و هشت نفر مردن غرق شدن توی آب جو بریم بعدی <متصفح> کیس بعدیمون مرگ بر اثر رقصیدنه سال 1518 یک کارناوال یا مراسمی جشنواره ای بوده توی استراسبورگ بهش میگن مراسم رقص یک ماهه یک ماه به صورت 24 ساعت 100 نفر آدم اومدن و دائم هی دارن با آهنگ ها میرقصن نمیدونم دقیقا مثلا چجور امکان داره که توی 24 ساعت برقصی پشت سر هم و استرات نکنیم حالا هست ولی از این صد نفری که بهتون اعلام کردم چند نفرشون واقعا از خستگی و حالا مشکلاتی که براشون به وجود آمده این فعالیت بدنی سنگینای پشت سر هم داشتن واقعا مردن مرگ بر اثر رقص بریم بعدی <applause> کیس بعدی مون مرگ در راه علمه شخصی به اسم جسی ویلیام توی قرن بیستم برای اینکه اثبات بکنه تب زرد با نیش فلان پشه انتقال پیدا میکنه دقیقا میره اون پشه هر رو میگیره میاد میذاره رو دستش و میگه ببینی الان این من زد و میره تست میده میبینی ببینی من الان تب زرد دارم ولی در ادامه چون تب زرد رو نمیشه خیلی راحت کنترل کرد و درمان دقیقا دقیقی براش پیدا هنو نشده بوده طفل معصوم مرد ولی تونست ثابت بکنه که دلیل انتقالش این پشه هست در راه علم شهید شد بنده خدا یا مرد یا هر, هر چی دیگه. بریم بعدی مورد بعدیمون مرگ بر اثر وکالته توی آمریکا یه آقایی رو میگیرن به جرم اینکه فلان کس رو کشته یه وکیلی میادش برای وکالت این آقا و خب پرونده رو که بررسی میکنه متوجه میشه اون کسی که کشته شده خودش رو کشته یعنی خودکشی کرده این آقا قاتل نیستش و برای اینکه به قول معروف به دادگاه و هیئت جوری و اینا هیئت جوری میگن دادگاه مال سینما بود حالا بگذریم آقا این قضاتی که هستن دیگه هیئت منصفه بتونه اثبات بکنه که آقا خودکشی بوده قتل نبوده دقیقا به همون حالتهایی که بوده صحنه رو بازسازی میکنه و به اون اسلحه نشون میده که ببینین آقا فلان مدل اسلحه رو گرفته بوده و تاق واقعا اصلش پر بوده و واقعا میخواستم اون صحنه رو بازسازی کنه به خود شلیک میکنه و وکیلمون میمیره اما جذابیش اینه که بعدم مرگش به واسطه این کاری که کرده بود تونست قانه بکنه بقیه که قضیه دقیقا دقیقا مثل همین صحنه خودکشی بوده و اون بند خدا تبرعه شد و پرونده رو پیروز شد بعد از مرگش وکیل خوبی بود ولی خب مرد دیگه بریم بعدی قطعا راجع به گیلتی پلیجر خیلیاتون شنیدین معنی فارسی لغتیش میشه مثلا لذت گناهکارانه خودمونش میشه کارهایی که هممون هم مثلا تو تنهایی از انجام دادنش لذت میبریم ولی کارهای همچین ترتمیز و خوبی نیستن مثلا میگم یه نفر آدم تو تنهایی عادت داره ناخونش رو میجوه برای اینکه حالا اعصابش آروم شه یا لذت برای یا هر چیزی یا چیزهایی از همین قبیل دیگه مثلا من خودم این سیستمم اینه که وقتی یه جایی زخم میشه وای میستم زخمه یه ذره خوش که شدش میگیرم میکنمش دوباره آزاری دارم دوباره خون میاد دوباره بعدش هم زخمی که خون اومده دوباره خوش میشه دوباره میکنمش مراحل ادامه میدم که دیگه چیزی از زخم واقعی نمونه اینا مثلا مال منه یه آقایی حالا ما داشتیم بنده خدا دکتر دارو ساز بوده و خب کارش دائم با مواد شیمیایی بوده دیگه اینو با این ترکیب کنه فلان دارو رو بسازه و و و گیلت پلجر این رفیقمون این بوده که هر چیزی که تولید میکرده یا کلا مواد شیمیایی رو دوست داشته بچشه لذت میبره این کار و خلاصه تهش میفته میمیره و تو پزشک قانونی می به واسطه میزان زیادی از سموم شیمیایی که وارد بدنش شده کم کم, کم کبدش کار افتاده و مرده اینم داروساز بنده خدامون بریم بعدی مورد بعدیمون طمع عمر طولانی داشته که باعث مرگش شده آقای دکتر بوگدانف یا بوگدانوف این بنده خدا خب میدونسته که اهدای خون باعث پاکسازی بدن یا مثلا سیستم بدن رو بهتر میکنه حالا علمیشو کاری نداریم ولی خب باعث طول عمر میشده دیگه این آقا میگه خب اوکی اگه این باعث طول عمر یه بار خون دادن چند بار خون دادن دیگه بیداد میکنه دیگه این آقا خودش هم که دکتر بوده میذاره پشتش و دائم و به صورت افراطی هی خون میده هی خون میده هی خون میده تا اینکه بدنش کپ میکنه دیگه بابا جان چی شما با چی بریم جلو هواسوس که نیستیم اکار کار میفته بدن و میمیره تفلی به طمع عمر زیاد بریم بعدی مرگ بعدیم و مرگ به خاطر یک قانون احمقانه بوده ملکه تایلند خانم سوساندا توی کلا دربار یا کاخ یا حالا چی میگم تو تایلند بهش نمیدونم اون جایی که شاه و ملکه و این زندگی میکنن یه قانونی بوده که هیچ کس به جز خود شاه حق لمس ملکه رو نداره مثلا ملکه یه ندیمه داشته یه خانومی که کاراشو انجام میداده کمکش میکرده حتی اون هم که یه زن بوده حق نداشته به این دست بزنه لمس کردن ملکه بر طبق قانون حکمش مرگ و اعدام بوده این قانون رو بذار کنار این داستان که این ملکه قشنگ ما خانم سوساندا میادش توی باغ مثلا کاخشون داشته میگشته اونجا یه استخر خوشگلی هم داشتن ملکه حالا به هر دلیلی شلس بازی که در میاره میفته توی آب شنام نبوده جورو میکنه دست با پا زدن که من دارم قرق میشم و این حرفا کمک این همه نوکر و خدمتکار و سرباز و نگهبان و چه و چه و چه که اونجا بوده هیچ کس نمیکنه بره نجاتش بده چون برای مثلا پریدن تو استخف و کمک کردن ملکه با لمسش میکرده و خب حکمش اعدامه هیچ کس حاضر جونش رو قراره عدد دست بده که و خلاصه همه اون آدما نشستن نگاه کردن صحنه غرق شدن ملکه جذابشون خانم سوساندا به دلیل این احمقانه مرد بریم بعدی مرگ بعدیمون اولین مرگ روباتیک دنیاست یعنی اولین باری که بالاخره روبات های انسان رو کشتن حالا مال قدیم بوده ولی خب جدیدن احتمالا زیادتر بشنویم دیگه هوش مصنوعی اینا اینا داره میادش و خدا به اون برسه اما داستان اینه که آقای رابرت ویلیامز ما توی کارخونه ماشینسازی فورد کار میکرده و توی اون خط تولید ماشینه یه بازوی مکانیکی بوده که مثلا با شاسی ماشین برداره بذاره یه جای دیگه بازوی مثلا مکانیکی بزرگ و پرقدرتی بوده این بنده خدا حالا حواسش پرت بوده یا هر چیزی این بازو میاد باش برخورد میکنه و به دلیل شدت برخورد و صدماتی که بدن این بچه میبینه بچه که آقای میبینه میمیره اینم اولین مرگ رباتیکه که وجودم چه میگن بوده دیگه بریم بعدی مرگ بعدیمون به خاطر یه گندگوزی ساده بوده یه خیاط اتریشی به نام فرانس ریکلت سال 1912 میاد ادعا میکنه که آقا این همه دانشمند و چه و چه و چه هیچی نمیفهمم من خیاط دیگه این در این حد که بابا چهار تا پارچه رو سر هم بکنم یه بال بسازم انسان میتونه پرواز بکنه چرا این دانشمند رو به درد نخورن میشینه با خیاطی دو تا بال پارچه یه خوشگل برای خودش میدوزه و قبل اینکه تست عادی بکنه پا میشه میره کجا نه تازه طبقه دوم پا میشه میره روی برج ایفل از بالای برج ایفل با پرای قشنگ پارچه ایش که میپره همجوری مثل تا پاله میفته زمین و میتره که طفل معصوم برای اینکه دیگه گندگوزی نکنه کسی بریم بعدی مرگ بعدیمون به خاطر کنترل کیفی بوده شهردار شهر ماریلند توی امریکا خانم مونیکا میر یه طرحی میذاره برای نوسازی سیستم فاضلاب شهریشون مثل همین طرح اگویی که مثلا داره توی ایران پیاده میشه دیگه اونجا اون موقع داشتن این کار رو انجام میدادن و لوله کشی میکردن به یه تانک های بسیار مخازن بزرگی در زیر زمین مثلا این فوزولات انسانی بریزه و اونجا هم وارد خط اصلی فازلاب شه و بره این خانم میادش که به قنوار سرکشی بکنه که کار درست انجام داره میشه و چه 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 دوباره ایشون هم یه شلستی ساده و بدون ایمنی یا هر چیزی میفته از اون بالا توی یکی از این مخازن بزرگی که فوزولات قرار بوده جمع هم و خودمونش پی پی او جی همه اونجا بودن میفته لای اونها و توی اونها غرق میشه یا حالا خفه میشه دیگه و تفلی اینجوری میمیره کنترل کیفی پی پی جیش و غرق شدگی و مرگ بریم بعدی کیس بعدیمون سقوط شهاب سنگ و این چیزا سقوط گاوه توی برزیل سال 2013 یه آقایی توی خونش که یه خونه کوهستانی رو تپه ها بوده خواب بوده داشته حال می کرده. توی این تپه ای که خونه به چسبیده بوده یه آقا گاوهی داشته چرا می کرده برای خودش نمیدونم چه جوری حالا شاید این خونه باشه که مثلا روی شیب تپه ساخته میشه و به قول سقفش میشه حیات خونه بالایی گاوه واس خودش میادش و اینجوری قدم میزنه میاد رو سقف خونه یه این سقف خونهش اونقدر خوب محکم نبوده که وزن یه گاو رو تحمل بکنه و از ارتفاع دو متر چهل سانتی سقف شکافته میشه و گاوه دولوپ میافته رو این بنده خدا که خواب بوده و پودرش میکنه و اینجوری این تفلی معصوم تفل معصوم به خاطر بارش گاو میمیره توی برزیل بریم بعدی کیس بعدیمون دوباره یه وکیله که به واسطه ای اثبات این که آقا من کلی خرج کردم دفتر وکالتمو ساختم بیاین ببینید برای اینکه به اونا ثابت بکنه که حتی شیشه های ضد گلوله نشکنم دادم ساختم واسه دفترم بود بود دو میره خودش میکوه میکوبه به شیشه که نشون بده نمیشکنه ولی میشکنه باز میشه و طبقه چهارم وکیل ما پراز کنان میاد کف خیابون پهن میشه و اینجوری وکیل ما به واسطه اثبات شیشه نشکن بودن داستان میمیره بریم بعدی کیس آخری که میخوام بهتون بگم آقای آلن پینکرتون هستش این بنده خدا یه کارگاه خصوصی بوده یه شرکت کارگاهی هم به قول معروف تأسیس کرده بوده و جز آدمایی بسیار موفق تو این زمینه بوده کارش بسیار گرفته بوده و دیگه کم کم پرونده هاشو میداده به کارمنداش خودش وقت زیادی داشته برای اینکه به خودش برسه پامیشه میره مثلا صبح بدو و به ورزش و سلامتش اهمیت بده اما نمیدونم چه جوری در حین دویدن زبونش مثلا چه میره زیر دندونش و زبونش رو یه گاز بد میگیره اون گازه و اون زخم زبونش که یه چیز عادی میتونه برای هممون باشه نمیدونم چه جوری گاز گرفته بوده که عفونت و چرک و قانقاریا و چه و چه و چه و میزنه به سر و مغز و اینا و میمیره به واسطه یه گاز گرفتن زبونش اینم کیس آخر آقای آلن پینکرتون خب به جز اینایی که گفتم اکثرش همش یعنی خارجی بودن دیگه ببین کیس ایرانی تا دلت بخواد دارم ولی خب چون دنبال درد سر نیستم زیاد نمیخوام جزئیاتشون برم احتمالا خودتون بهتر از همه میدونی یه اشاره ریزی مثلا بکنم یه بنده خدایی رو مثلا آمریکایی ماشینش رو توی عراق و موشک زدن اینو آوردنش تو ایران مثلا کجا دفنش کنیم میریم کرمان دفنش میکنیم توی این مراسم تشییع جنازه ای این آقایی که با موشک زده بودنش تو کرمان میخواستن دفنش کنن تو مراسم تشی جنازه این آدم پنجا و هشت نفر مردن به واسطه فشار و زیر دست و پا موندن و حالا هرچی مردن واقعا یکی مرده بود اومدن دفنش کنن پنجا و خورده نفر دیگه به واسطه اون مردن او او. این دیگه نمیگیم دیگه خودتون بهتر از همه میدونید و اینم داستان این سریمون دم تک تکتون تک گرم بچه‌ها ممنونم که ازم حمایت میکنیم ام انرژی میدیم واقعا ممنون میشم که سابسکرایب کنین لایک کنین اگه خوشتون اومد که قطعا هم هم, طوری هم هستش به رفیقاتون معرفی کنین که خانوادمون زودتر بزرگ بشه دم تک تکتون تک گرم و همین همتون رو دوست دارم و تا قسمت بعدی بای, بای.